حسن چمدون منو ببر بده در خونه آبشین. تو چشم آقا مظفر کجاست؟ از هر کی بپرسی بلده. یه خودم حواس جمع کن بار مردم سعی و سالم تقریب بدی. مظفر آه عجیبه، چطور شده برگشته؟ سلام علیکم، حال شما چطوره؟ مظفر خوبی؟ چه عجب؟ عجب به جمال شما اختیاره. رفتی و ترک همه را کردی. چه میشه کرد، روزگار لاکردار همینه دیگه. راست میگی، قاسم آقا از دیدنت خیلی خوشحال میشه. آره، منم دلم هواش کرده بود. کجاست یه کله برم سراغش؟ در آجره. بیا این بار نومن. باشه بده. آجرم از اونو خبر کنیم بیاد بارشو تحویل بیشه. بسیار خوب، بسیار. به فردا نندازین. به چشم، حالا بفرمایید. قربون شما، چای رو حجره قاسم آقا میخورم. خداحافظ. خوشگه یا خدا میذارن روش قاسم آقا. بخدوش مزفر جمال تو بوم افتاده شد. سب کجای پسن قربونو صفات برم جونم از سب کمزه خوب بسوکم. هیچ فرق نکردی این همه دارم. کاش که میتونستی اینجا رو ببینی. بیمعرفت 5 سال اندی گذاشتی رفتی حاجی حاجی مکه. خیار کردی از پیش چش رفتی از دلم رفتی. به خود خدا نه. بزن بریم قربون تو. اول باز برم خونه یه سر به آبجیم بزن. آبجیم آبجی بی آبجی هرچی داشت میگه. آخه تو ببین. آخه بی آخه ایوسته اسمال آقا حسن آقا حسن آقا آمدن اینجا بفرستشون خونه ما شما افتادن. چه قسم آقا بهشون بگو کی آمده. خونم به چه گوش کنیم نوم چه آقا فایده این ادره باز بیاد اینه جهر باشه کشی خالته بخوری پارده نخوری هم باز خال داشت بگفت بچگی اون یادش بخیر. گردو بازی ها تیل بازی ها تر بازی ها دعوا با بچه های محلایی دیگه یادش بخیر. راستی من تو میجه با هم دعوامون نشد شد؟ نه نه خاطرم نمیاد. عجب دورانی چرا گذاشتی رفتی؟ خب دیگه قسمت بود. دل نشد. بیا با هم راست حسینی گپ بزنیم. چرا این همه سال خودتو در به در کردی؟ هنگ فردای عروسی بهم بیخبر گذاشتی رفتی. آخه چرا؟ پیله نکن حسین. چرا میخوای از دهن من بکشی بیرون؟ یعنی خودت نمیدونی؟ یه چیزایی میدونم، یه چیزایی هم نه. تو لعیا رو دوست داشتی، لعیا هم تو رو دوست داشت. اون تا وقتی فهمیدی من خاطرشو میخوام و میخوام خودم رو سربریز کنم گذشت کردی، مردونگی کردی، با دل شکسته عروسی ما رو هر جوری بود علم کردی. همون رفتنه چی بود؟ میترسیدم هر وقت منو ببینی خجالت بکشی. میترسیدم لعیا
آخه من و لعیا این حرف اون وقت هاست، واسه همین رفتم که آبا از آسیا بیفته و این آتش خاموش بشه. حالا دیگه آتشت خاموش شده. خب معلومه واسه همین که برگرد خیلی نیستم پادری بزم داریم یا کرت هم بازم من موندم و تو مزفر کن با یه دنیا صفا و صمیمیت این اون وقت ها. باید هم اینطور باشه دیگه، فرکم نمیتونه برای از هم جدا کنه تو نه سنم خوشگیره ابو خاک آدم عجب چیزی چاقلو با ماشراتو خیلی رو براشنیم مزفر کن بفرم تو برو اول یه خبری بده این حرفا چه مایی تو قریبه ای بفرم یا الله لایا لایا کجایی زن ببین کی اومده مزفر کن اومده سلام سلام آبجی خوش میگذره که حال شما چطوره؟ از احوال پرسی های شما چه عجب سیمین بیا همون جیل آمده همون مزفر خیجر همی که جیل آمده بح 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 ماشالله ماشالله چه شما روشن اسم چی عمو جون؟ بگو اسمم سیمینه عمو جون خدا ببخشه چند سالته؟ تازه رفته تو 5 سال سفارشی شو عرضیه زنده باشه خب بی بقل عمو جون بینم مشالله قدشو برم پیش خب بفرم بالا اینجا خوب نیست وایسادی والا تو هم برو به کارت برس آخه بفرم رفتی بقیل همون جون؟ نه بلا بفرمایید بفرمایید باعث زحمت شدم شما بفرمایید تو من برم ترتیب شما بدم بیام خدمت تو نمیری شام باز خونه باشم آبجیمو که میشناسی بهش بر میخوره آه نوکرش هم هستم الان میفرستم دنبال خودش شوهر نمیخوام اسباب زحمت شما باشم قاسم آه تو رو خدا چوب کارمون نکنه آقا مزفر خیلی نوکرشی آقایی ای همون جون ازیاد نکنی خب از اون جای خوب خوبش واسه عمو تعریف کن ببینم پس عمو مزفر عمو مزفر که میگن تویی آره خودمم چطور مگه هر وقت تو خونه تنه بودی مامانم از شما تعریف میکرد مامانه گشته آره مگه تو خوشحال نیستی اتفاقا چرا خیلی هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم جیر تو لعیا ببین چی میگم یه نوک پا برو خونه خواهر آقا مظفر بگو خودش و شوهر شام بیان اینجا خیلی خوب فکر شامو کردی؟ مهمون خیلی زیاد داری خیالت راحت باشه جان خدا زیادش کنه دوغو به به آخه حسن باقا دیگه این پاها نمیده آقا میرزا تعریف کن ببینیم کسب و کار در چه حاله بعدم برات میگم سر شوم حرف زدن جایز نیم آقا مظفر این چند سالی که نبودی انگار این شهر یه چیزی کم داشت جونی شما چرا خودمونو نمیگی انگار یه چیزی گم کرده بودی قربون شما قاسم آقا ما هیچی نمیگیم شما هیچی نمیگی بس شیشه عمر ما کو سیبی راست میگه جون شما ترتیب دوام مواره میدادی که به سلامتی آقا مظفر خان میرفتیم بالا اصلا همه رو میشیم خونه کریم تو آه این شد یه چیزی بابا این وقت شب خونه مردم که خوب نی اختیار داری دولت یه سرد اونجا هم خونه خودمونه حالا میری چه عزت و احترام به اون میذارم آخه این وقت حالش درد بده آقا مظفر جون هرچی مرد عشقمونه کور نمید آبیزا شما هم بفرمایید لعنت بر شیطان ببخشید حیوان آقا مظفر برانش بریم باید شما بریم بفرمایید آبیزا میبخشینا خدا ببخشه بفرمایید منم نمازمو میخونم با بچه ها میام خونه باش بفرمایید بفرمایید تو رو خدا چیزی بخوری شما هیچی نمه اگه میره پایی مثل که دارن میرن لعیا بله ما داریم میریم بیرون خیلی خوب لعیا خانوم خداحافظ شما ببخشین اسباب زحمت شدیم ایوا منزل خودتونه
آبجی شما بشین، آخ فتولا میخواد نمازشو بخونه. وای حالا نمازشم یه ساعت طول میکشه. باز نگیریم بخواییم پشتر بمونیم. خیلی خوب، به امون خود. خدا حافظ. خوش اومدی. به سلامت. به سلامت. خدا باز. بگی بشین خواهر. بشین. بعد جوری ولش کردی. من اگه جای تو بودم خون را مینداختم و نمیذاشتم بره دادم. ای بابا خجسته خانم جون، دست به دلم نذار. مگه توفیق نتنزه؟ مرد نونش بیاد کاربون سرا، خودش بره حرم سرا. کریم تارزن دودیه، میدونه که اجازه مومه داره، جیره دولتی کفافش نمیده. حیوانی دخترش هرچی از قالیبافی در میاره صاف میده دست باباش، اونم میکنه تو سوراخ بافرو پشتوب میکنه میره هوا. حالا یه مدتی من بهشون میرسم جونمون به زندگیشون سر سامونی داد. واسه همینه که حالا یه قاسم آقا میگن 150 تا از دهنشون میرزه. مای تو شمردی؟ تقریبیشو گفتم. توبا خانم، توبا جون، پاشو بابا مهمون اومده، برو در و واکن. به نظرم قاسم آقای پاشو بابا جون، پاشو آب باری کرده. توبا خدا سلیلش کنه، نصف شبی هم دست از سر ما ور نمیداره. بجون بابا بجون. اینم شد زندگی، سگ بهتر از ما زندگی میکنه. حالا تا کله سحر باید با این بدجنسا سر و کله بزنم. بجون راحت هم نمی کنی مرگم بده. بفرما تو مظفر خان. بفرمی تو. بفرما. سلام. بفرمی. سلام. سلام برو ماهت. مظفر خانو میشناسی؟ نه. نه و نجمه رفیق جونجونه ما رو نمیشناسی؟ خب نمیشناسه دیگه، من ایزوره عذیتش نکنه. بگی بینا این سولاتاتو برو علمش کن وارشته بیا. بفرمی تو. بفرمی منظره خواهتونه. نصف شبی مردم رو زابرا کردیم. خدا به داد برسه، امشب از اون شب هست. زیب شربش کن. چشم ما روشن آقا مجفر کن. چشم دل روشن آقا کنی. بفرمی کلبه درمیش. بفرمی آقا درمیش. بفرمی آقا درمیش. بشیم با یالا. الله یارش. خوش اومدیم. یا او کریم امانتیتی بگی، تلخکی آجریه. قربونی دستیه، امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم قاسم آقا. میتونی، ایشالله اون به زمین رسه. ایشالله. بزم اینجا، بزم اینجا بابا. باری بفرمایید، این مال مظفرخان گل. قربون دستم. آقا مظفر، بفرما دیگه. چرا غریبی میکنی؟ با خونه خودت بفرما دیگه. سلامتی هرچی مردی. ما خودت بزن بابا، بفرما. سلامتی، قربان شما. صفا. کارت امبورو برده میونی ما. سلامتی شما. دوشونت با، دوشونت. سلام. خیلی ناجور شده. تو نمیری این بند خدا هم خواستم بخوابم. دیگه حالا در کارش رو کنم میریم با اجازه بزرگتر نفرم. خیلی میبخشین که از پاپ زحمت شد. اختیار دارین، خیلی خوش آمدین، خیلی خیلی صفا کردین. بیا تو در، بیا تو، بیا تو دکه، زبق ازال حد دکه، بیا تو دکه، بیا تو. نه خدا بلم کن. چادر تو برمینه. توبا بیوشه بلم کنی، تو رو خدا بلم کنی قاسم. چی؟ بلم کنیم دیگه. یعنی میخوای مجلس ما رو به هم بزنی؟ من اینقدر ناز نکن جون هر چه مرده. بلم کن. ولش کن، راحتش بذار. خب
حالا مزفرمون خوش نره راحتی. خب کریم آقا با اجازه. ده به چه؟ اینجوری دیر وقته. مرمان شما زیاد. خدا حافظ شما. خدا حافظ. چی شده مزفر؟ آخه قاسم آقا جون، آقای من، یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به مردم. نصف شبی عین طایفه چنگیز مغول ریختیم تو خونه پیرمرد بیچاره، آسایشش به هم زدی، تازه جلوی چشش میخوای با دخترش ریل تن تن. تو تازه رسید تو این شهر مزفر جون، نمیدونه ما چقدر با این قاطی پاتی هستیم. نهیدی اصلا خود کریم هیچی نگو. داداش من اون که حالیش نی، مردونگی و غیرت و شعورش کرده تو اون حقه و آتیش زده. تو که نزدی زدی. آخه من که عاشق چشم روی کریم که نیستم، حوزگل روی دختر هست که انقدر خرجشون میکنه. عوضی شدی داده انصافت کن. آدم میتونه از یه همچین لوتی دست بکشه؟ قاسم جون تو زن داری، یه دختر داری به اون خوشگلی. با مگه هر چیز زن و بچه داشت دیگه باز نانا بله. آره آره داداش. ما ببینیم سگر ما تو واکن تو نمیری جون من خوش نرم تو لب ببینم ات نوکرتم با علی جون ما من سگر ما تو تمام نگو برم بزن ببین ما شکستی، روحم شکستی، مونسم ازم گرفتی. خدای خدایی تو شکر. واسه تارت داری گریه میکنی؟ مگه دخترت برات مهم نیست؟ تو داری منو به لجن میکشی؟ پیره مردت کو، مهر و محبت پدریت کو، یه خورده فکر کن این آخر عمری تو چی شدی؟ چی شدی؟ اونم واسه دخترت. بابا خودم
اللهم صل على محمد. آقای محمد سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خطا بگم سلامت باشی. چایی برات بریزم؟ آره بریز. مظفر خان هنوز از خواب بیدار نشده. نمیدونم. سلام علیکم آمیرزا. صبحکم الله بالخیر. خداحافظ شما. داداش چقدر میخوابی؟ چه کنیم، خستگی در میکنیم دیگه. چایی ما رو بریز. ببینم آیز نه، هموم صبح واجبه یا مستحبه؟ هم واجبه هم ثواب داره. دست درد. کیه این وقت صبح در میزنه؟ نمیدونم. خب مظفر خان، تصمیم نداری قاطی مرغا بشی؟ ای بابا بذار راحت باشین. زنه میخوام چیکار آیز نه؟ داداش شما رو میخوان. کیه؟ خیر باشه. آقا اسماعیل میگه یه سری بزن خونه کریم آقا تارزن، حالش خوب نیست. ای بابا چه شده بیچاره؟ بخو بابا، بخو بخو کریم آقا، بخو دیگه بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. کریم آقا چی شده؟ خدا بد نده. دیشب حرفمون شد، من که نمیدونستم این اتفاق میفته، بلا خفه خون میگرفتم. خب این گریه زاره که دردش دوا نمیکنه، خوبه ببریمش دکتر؟ نمیشه تکونش داد دیگه، کارش تمومه. تو از پیش خدا اومدی؟ اسمان آقا جون بپر یه دکتر بیاد، دکتر خوب باشه آبود باری کلا. نه چی میخوای کریم آقا؟ شماش بشتر ببر خونه خوده، نزه اینقدر گریه بکنه، گناه داره تفلکی، ببرش خونه. بس دیگه تیمه، پاشو بریم خونه. نه بس دیگه، پاشو بریم خونه. من هم بابا میرم، من هم بابا میرم. بس دیگه ببینم مظفر خان، تکلیف توبا چی میشه؟ فعلا واسه یه مدتی. گفتم آبجین ببردش خونه. همین؟ همین. جای خب پس
مظفر خان دوستی دوستی ازت چند پوستی ها؟ هیچ توقع نداشتیم قاسم آقا، خیلی زهر زدی. تا کی میخوای چوب رفاقتش رو بخوری؟ اگه شل بگیری فاتحه توی ما خونده هست. آخه اندازه هیکل دختر پول خفه. آخه قاسم آقا خفتم خفه. میدونم چی کارش کنم، سرکه یه پولش میکنم. آره خونش میکنم اینه ها خونه کریم تارزن. حالا میبینی سلام فتوله خان. علیکم و سلام قاسم آقا. مظفر خان خونه؟ بله بفرمایید. شما بفرمایید. من با اجازه میخوام برم مدرسه. التماس دعا. محتاجی بدا سایه شما کم نشه. بفرما صرف شد دست شما. با خود تعارف نکن تو. نه یالا کی؟ قاسمه. بفرما. سلام بر جماعت کرسی نشین. سلام بر اومات. کجایی مرد؟ خوش اومدی. مظفر خونه نشین شدی؟ خب حق هم داری. سلام قاسم. نگاه این سوراسات رو برجورش کن و زود برشته به اینجا. سوراسات؟ بله سوراسات. مگه حرف بری زدم؟ آدم وقتی پیش تو با بیاد نواز دست خالی بیا. نه اسناس یعنی حالا دیگه خونه ما. بیا به خودت بگو دختر کریم تارزن ارده زیر این سخفی که خطوش زندگی میکنه قواهت داره مرد نقره کرکس آقا مظفر سرت کرده زیر برف و با عالم آدم گفتی زپلش نه سلامتی تو رفیقمی این خراب شدم خونه منه مهمونی نمیخوام چشامو هم بذارم و دهنمو واکنم واکن هرچه میخواهد دل تنگت بگو واسه اینکه آمدم ببرمش مشتی یه خونه تو محله پایین برش گرفتم هیا کن مرد اگه باد به گوش زنت برسونه که تو دارماز بی خود خط نشون نکش اون خودش میدونه که من چه نخالیم میدونه که بیرو در واسه میریم دد چکشم رو میگذه تو باره بده بریم عذرم نیا قاسم کوتا بیا تفلکی هنو کفن باباش خوش نشده پس که الان 15-16 روزه سر خاک گفتم جوابامو ندی تو هفتش گفتم نگاهم کردی و رفتی پس کی میشه به سلام علیکم اون قسم ای کسی دیگه جای تو بود تکلیفم باش میفهمیدم اما تو و من عجب روزگاریه من و تو با هم نون و نمک خوردیم مرد تو یه گود با هم چرخیدیم تو عیش و عذاب با هم دیگه بودیم قاسم آخه چاقو دسته خوش نیبره اگه برید چی؟ اون وقتی که باز به حال این دنیا خون گریه کرد پس گریه کن مظفر تا فردام صبر بکنم خوب حساباشو بکن اگه باز روز بیاری دیگه نه من نه تو Thank you.
سلام. آبجیمینا کجا؟ رفته دکتر. کسالتی داره؟ واسه بچه دار شدن دوا درمون میکنه. خدایا مراد همه رو بده. آمین. کجا؟ میرم یخچرکاتونو بشورم. تو چرا زحمت میکشی؟ زحمت؟ نفرمایی. خیلی خوب برو. ای قاسم آقا. داشتم میومدم پیشت. خیر باشه. فکرتو کردی مزفر؟ از خر شیطون پیاده شد. یه لچک به سر افتاده میونه ما اون داره رفاقت چندیل چند ساله ما رو میرسونه با آخر خط. خط نشون نکش مزفر. تو حیفت نمیاد دوستمون این ریختی به هم بخوره؟ آخه چرا به هم بخوره؟ از خود بپرس. انسون بودم بالاتر از رفیق بودنه. من زیر دین مردم. تو با پیش من امونته. چرا نمیفهمی؟ داری عدای پهلمونای قدیمی در میاری. مگه عهد عتیق داشتم؟ یک کلام بگو جلو خودم پیشش گیر کرده و راحتم کن. لا اون رو منو بالا نهر پسر. اگه بختش بزنه یه خواستگار واسش پیدشه شورش. مگه دختر قطعی شده؟ چی میاد دختر کریم تارزنه بستونه؟ گناهشو نشور. مگه دختر چه ای بشه؟ خلاصه برد بگم آقا مظفر خواه، من کلی خرجش کردم، دست وردارم نیستم. هرچی خرج کردی میدم. خودشو میخواه. تو که زن و بچه داری؟ مگه خیال کردی من میخوام؟ به حرفشم نزن. همین؟ همین. سلام. آب جیمینا کجا؟ هفت و پادشارم خواب دیدم. میگم که من دست بالامو میشورم میام بالا، شما برو بگی بخواب. باش. Sure.
میخواستم بپرسم ببینم شام خوردی. آره خوردم. خیلی متشکرم. براتون میوه آوردم. خیلی خوب، بذارینش همینجا. همینجا. شما خیلی شب بخیر. سلام. شما خوابتون میاد؟ من خواب؟ نه خوابم نمیاد. منم بی خوابی زده به سرم. میگم که چی بگم؟ ببینید من میرم تو هوا یکمی حیات خوری. ببخشید هوا خوری. شما همینجا بخواب. لعنت خدا بر تن سیاه شده هر رامزاده. سلام علیکم. علیکم و سلام آقا مزفر. ساعت آبی جا. سلامت باشی جانم. کجا؟ میرم یه سری به گاراژ بزنم. زور برمیگردم. خدا حافظ. داداش. چیه؟ توبا میخواد بره قالیبافی سر کارش. میترسم تو را قاسم اذیتش کنه. اون کارش اعتباری نداره. با خودت میبریش؟ افاده ای هستی؟ بگو که منو میخوای. لعنت بر شیطان. میخوام. چرا حالیت نیست؟ تو چشام نگاه کن. داره با چشاش منو میخوره. قالیبافی روزی چند میگیری؟ 12 تومن. گوری بابای قالیبافی از خودمون بگو. میگم اگه واسه پولش میری دیگه نرو. باب جیم گفتم که هر چی بخوای بهت بده. ولش کن قالیبافی رو. اصل کاری رو بگو. میگم ها جونم یا خدا پشیمون نشی. میگم این قاسم چند وقته که دوره برای تو میپلکه؟ حسابش از دستم در رفته. میدونی من باورم نمیشه که شما دوتا با هم دوستین. هیچ ربطی به هم نداری. یه چیزی میخوام بهت بگم. بعدت نیاد ها. ایوان نه بگو. از خدا میخوام بگی. خیلی وقت منتظرم. میگم میونه شما و قاسم
تالا خدای نکرده چیزی که نبوده. خدا مرگم بده، به حقانیت خدا نه، از تو سهم بریم میون بره. با این دختره چی کار کنم؟ خوشگله، به نجابتشم ایمون دارم، اما ناسلامتی من قیمشم. مردم چی میگن؟ زنده نکرده آقا دستان رو قصده آقا بفرمین که بسرم بفرمین که بفرمایید آقا. قربون شما. یا حق. بشینیم بچه ها. بشینیم. قاسم آقا، گلی به گوشه جمالت به ما وارد نمیشی؟ کم محلی میکنی؟ ما با نامردا هیچ کاری نداریم. من نامرد نیستم. تو خودت بهتر از همه میدونی. بارم بابا. گفت بچه عرب خیلی خوب من میام پیش تو ببین قاسم من حالا به تو محتاجم به دوستی به سلام علیکت قاسم من یکی رو میخوام که باهاش درد دل کنم یکی که راوچا رو بهم نشون بده کی بهتر از نامرد باید بره پیش نامرد قاسم آخه چه نامردی از من دیدی؟ خیلی خوب میگم میگم که همه استاب دستشون بیا های خرقان لایی مزفره که یه روزی ادعای لوتیگری داشت دختر کریم تارزانو برده با آبجیش زیر یه دست نشوندن اون دختر پاک و نجیبیه آره اما تو نعجیبش میکنی مواظب حرف دیانت باش چقدر تحمل تو بکنم این خط اینم نشون اگه یه روز این دختره تو نجیب خونه آفتابی نشد این جماعت حق دارن تو صورت من تاف بندزن تو گفتی همه شنافتن حالا منم میگم همه رشنافن دختره کریم تازن من عقدش میکنم من عقدش میکنم بد شد نذاشتی برم سر عقدش خیلی هم بد شد رفتن نداشت بریم بعد گفتن دختر کریم تازه کنی بالاخره شما یه عمر که با هم دوستی میخوام نباشه صد سال این دوستی ایفا
خیلی تو خواهد هوا ملسه میچسته یادت هست به بابا چه قولی دادیم تو قبرسون؟ قول دادیم صبر کنیم اقلا چلش تموم بشه. آره یادمه. خوب آدم باز حساب همه چی رو داشته باشه، علل خصوص احترام رفتگونو. تازه من فردا صبح باز برم مسافرت. ایوا اینو به من نگفته بودی؟ بار مردم روزی میمونده، من کنترات کردم باز برسونم. آره تو باز صعب کنی، یه ماه شایدم چهل رو طول میکشه، من بر میگردم اون وقت با هم دیگه عروسی میکنی. قهر نکن مظفر، بیمیره قهر نکن. نمیشه منم با خودت ببری؟ من که نمیتونم عروسمو با کامیون ببرم ترون. پاشو برو مثل یه دختر خوب و پاکیزه اونور کرسی راحت. خیلی خوب الان میرم. تو با دیگه نمیخوام بری قالی بافی. نمیرم، این چند وقت خونه واسه خودمون یه قالی حسابی میبافم. خیلی خوب، خداحافظ. خدا نگهدارت باشه خواهر جون تو، جون تو با. به خدا سپردمت. خدا حافظ آقا فتح‌الله، همون یادت نرده دار. خدا حافظ. به سلامت. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. برات چایی آوردم. دست شما درد نکنه. باری کلا توبا، این سه چهار روزه خیلی پیشرفت کردی، چقدرم خوب بافتی. هرچی هنر دارم میریزم توش، فرشه که باید زیری پای شوهرم و بچه هم بیافتی. اینجور که معلومه خیلی هم زود تموم میشه. شب و روز کار میکنم تا وقتی مظفر برمیگرده تموم شده باشه و حاضر باشه. اونم دیگه همین روزا پیداش میشه. خدایا کی برمیگرده؟
قاسم آقا جون چشم و دلت هر دو با هم دیگه روشن رفیق شفیقت اومده. کی؟ ام مظفر خانم میگم دیگه. اومده که اومده، به من چه مربوطه؟ توبا توبا، کسی خونه نی؟ آبجی سلام. آبجی چرا حرف نمیزنی؟ چی شده؟ آبجی باز چه سیاه پوشیدی؟ توبا کجاست؟ توبا مرد. من ننوشتی وقت واسه من شکون نداشته. فردا صبح از اینجا میرم دیگم پشتمو نگاه نمی کنم. آقا مظفر مثل اینکه جایی میخوای بریم. جیب هست؟ چرا با کامیون؟ نه ممنون، میخوام برم تهرون. تهرون؟ شما که بار نزدی. خالی میرم، میخوام از این شهر لعنتی فرار کنم. حق داری، خدا بهت صبر بده. راستی چرا این بلا رو سر خودش آورد؟ بله آره دیگه، منظورم خودکشی. آبجی، آبجی اینجا هم داداش. ایوا چطور نرفتی داداش؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا گفتی تو بابا مرگ طبیعی مرد؟ چرا همه چی رو اصلا تعریف نکردی؟ چرا؟ چرا؟ منظوری نداشتم داداش، نخواستم تو درد سر بیفتی. آخه پروندهش تو کلانتری هست، بالاخره خودشون میفهمن. حالا واسم بگو هر چی میدونی واسم تعریف کن. یالا حرف بزن. شب عید قربون ما شام خونه آبجی فتح‌الله بودیم، هرچی به توبا گفتم بیا نیومد.
گفت میخوام تا مظفر برگرده فرشم تموم شده باشه. وقتی ما برگشتیم دیدیم داره گریه میکنه. هرچی پرسیدم هیچی نگفت. از اون شب به بعد با ما دو کلمم حرف نزد. بغض داشت خفش میکرد اما هیچی نمیگفت. خیلی کم از اتاق میومد بیرون. فرشو بافت و بافت و تموم شد. شب بعد یه کلمه به من گفت، فرش مال مظفره. صبح اومدم تو اتاق دیدم تو خون خودش غرقه. نمیدونی چه ترسناک بود داداش. نقش قالیشو دیدی؟ فقط نگفت اون نامرد کیه. نخواسته با اسم اون نامرد فرش قشنگشو کثیف کنه. اون با من پیداش میکنم. باید پیداش کنم. ۳۰۰ تومن ۲۰ تومن و ۲ قران و ۱۰ تومن رفته مسافره. کجا والا درست نمیدونم، به ما چیزی نگو. بله به این زودی هم بر نمیگرده. سلام برو مار، بابات خون برد. آره تو یه توش با بیه دمه در چشم آب باری کرد. سلام. سلام آبجی. پس قاسم کوی رفته مسافرت. اما سیمین گفت که بچه هست نمیفهم. خیلی خوب، خداحافظ. بینم رفت. آره میونه تو شیکراب شده. چیزی نشده. پس چرا خودتو قایم میکنی؟ گفتم چیزی نیست، بی خود پاپ هم نشو. دیگه بچه‌رم نزه بردم در. پاشو برو تو اتاق مادر، الان آفتاب میره سرما میخوری. اگه دروغ نگم یه دست گلی به آفتاب خفه خون بگیر زن. من تو رو خوب میشناسم، مظفرم خوب میشناسم. آدمی نیست که بی خودی به پر و پای کسی بپیچه، اونم رفیق جونجونیش. اگه چیزی شده باشه حتما زیر سر توه. زان دهنتو گل بگیر. به خداوندی خدا اگه یه رفع دیگه زیر علم مظفر سینه بزنی میفرستم از سینه گورستون. چی؟
مرد بگو چه بلایی سر تو با آوردی؟ یالا الان میگم ولم کن ولم کن حرف بزن. شب عید بود، عرق زیادی خورده بودم، داشتم میرفتم خونه، دیدم آبجیت و شوهرش از خونهشون آمدم بیرون، وایستدم تا اونا خوب دور شدن، بعد رفتم تو، شیطان گورم زد، باور کن شیطان گورم زد. ولم کن منو، ول کن منو، ببخش تو رو خدا، منو ببخش. اینجور مردن برای تو کافی نیست، پاشه گم شو، میدونم شد بلای سر بیارم. این کار درستی نیست آقا مظفر، انتقامو باید به خداوند واگذار کرد. اینا همش شعر آقا فتح‌الله، اون باز بفهمه که آدم از هر دستی بده باید از همون دست پس بگیره. بنده فرمایشات سرکار رو تأیید نمی کنم. پس یک کلوم بگو، تو اون بره جوغ، ما این بره جوغ. استغفرالله. پس بنده چیه؟ پس بهتر بنده اصلا در این شهر نباشم. نباشی؟ بله، بنده برای زیارت به قم مشرف میشم. خب شما هر کاری دلت میخواد بکن، منم کار خودم انجام میدم. قاسم به دادم برش کمک کن، سینین گم شده. گم شده؟ آره، دخترمونو دوستیدن، وقتم همه آبجیتم خبر دادم، با شیرین همه جا رو گشتی، حالا همون رفته کلانتری، دیدی چه خاکی به سرمو شده قاسم؟ خیلی خوب، خواهد جمع جور تو اینجا خوب نیست، ما میرم میگردم هر جاشو پیداش کنم، ما بازوی دکون باش. هر روز این موقع بچم با عروسکش بازی میکرد، حالا معلوم نیست کجاست، چی به سرش اومده، هر کی بوده یه دشمنی با ما داشته، آخه من که به کسی بدی نکردم، آزارم حتی به یه مورچم نرسیده، با تو قاسم، با تو دشمنی داشتم. دست بردار زن، مگه من ارث بابای کیو بالا کشیدم؟ برو بابا تو هم حوصله داری. تو رو خدا، تو رو بروای خاک پدرت قسم، همینجور نشین و دست رو دست نذار، بچه‌مون از بین میبرن. میگی چیکار کنم زن؟ نمیدونم، نمیدونم. پس الکی زر رو زر نکن، حوصله‌مو سر بردی. حساب جاش امنه، اونو پس بده، مادرش داره دق میکنه. تو چطور؟
منم آره، اما مادر یه چیز دیگه است. حالا که فهمیدی بچه پیش منه، چرا نمیری شکایت بکنی؟ تو که میدونی من نمیتونم برم شکایت کنم مظفر. بله میدونم، این لجنه هرچی بیشتر هم بزنی بیشتر گندش در. مظفر لیا وقتی این بچه رو به دنیا آورد داشت سرزام میرفت، دکتر رو بهش گفتن دیگه نمیتونه بچه دار بشه، دلشم به همین یه علف بچه خوشه. میدونه دخترش پیش منه؟ نه. باز بفهمی مظفر رد کن، زندگی ما رو به هم نزن. مایه تو زندگی ما رو به هم نزدی، مایه تو رد کردی. من بد کردم، تو هم داری بد میکنی؟ حسابشه، باز تقاض بس بگی، مکافات تو همین دنیاست خاصه. چی میخوای مظفر؟ راست حسینی بگو چی میخوای؟ خونو با خون پاک میکنن، بزنی میزنن، بکشی میکشنه، اما لکه ننگو چجوری باز پاک کرد؟ چی میخوای بگی مرد؟ هیچی، برو به لعیا بگو خودش بیاد بچه‌شو بگیر. چی؟ وایسا، این آرزو رو باز به گور ببری. گم شد. آره توبا، اون که تو رو نکشته بود تا من بکشمش، اون تو رو لکه دار کرد، زجر داد، منو بی آبرو کرد. حسابشه، باید همین بلا رو به سرش بیارم. آخه تا کی خوبی بکنم، تا کی گذشت کنم، تا کی بگم مرد باز مردونگی داشته باشه، جوون مرد باشه، ال باشه، بل باشه، وقتی همه اینا قصه شده چرا من دلمو به قصه خوش کنم؟ خوش به حالت که این دنیا رفتی، ببین چه دنیاییه، ببین چه جوری آدم کشیده میشه به لجن، ببین چه فرمی هرچی نقل انسانیت تو کله آدم عینه و عراجیف میشه. اتفاهم خوب چیزی، یعنی تو رفتی بچه همونو پیدا کنی؟ پیداش کردم. راست میگی؟ پس چرا حرف نمیزنی؟ کجاست دیگه؟ اون نمینی. خاک بر سرم، چه بلایی سر بچه هم اومده؟ گالی بازی در نگم، هنوز سالمه، اما تو، تو دورا پیش پات زن، یا باید منو بخوای و عفت و عصمت تو یا بچه تو. تو مستی، اینقدر زهرمار خورده که پرت و پلا میگی؟ خدایا چه خاکی به سرم بریزم. مظفر نامرد بچه رو گرو برداشته. مظفر؟ آره. نگفتم، نگفتم یه دست گلی به آب دادی، الان میرم سراغش. نه، اون همینو میخواد، بعد از این همه سال هنوز تو رو از خاطر نبرده. آره، اون تو رو میخواد، میفهمه که چی میگم؟ گفت اگه بچه رو میخوای خودت باز بیای بگیریش. باورم نمیشه، مظفر اینقدر نامرد نیست. چرا؟ بس چرا نمیری کلانتری خبر بدی؟ کالی بازی در نیار زن، بدتر میشه. چرا بدتر میشه؟ میگم بدتر میشه، بگو خوب. بچه رو اب بین میبره. من بچه‌مو میخوام، من بچه‌مو میخوام. خجالت بکش زن، یعنی بچه‌ت واسه تو بالاتر از نجابتته؟ بچه من برای من بالاتر از دنیاست. صاحب کن، اگه بری دیگه نه من نه تو، طلاقت میدم، میکشمت. مگه حالا که طلاقم ندادی چه تاجی به سرم زدی؟ همین حالاشم سنگ بهتر از من زندگی میکنی. نه یا نه یا
قاسم بهت گفته شرطش چیه؟ بله، اما من باور نکردم. باید باور کنی. چرا؟ مگه چی شده؟ بهت میگم. توبا؟ آره، شبه تو همین. گفتم برو قبل از اینکه دست به یه جنایت دیگه بزنی برو تو زیر زمین بچه پلو آبجونو تو دروغ میگی میتونی امتحان کنی سیمین 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 حالا اینجا باش تا ببینی چطوری تبا پس میدید دره وا کن دره وا کن جاله دره وا کن دره وا کن وا کن دره مردونگی داری انسونیت داری از انسونیت و مردونگی دم نزن که یه خروارشو به 300 نار نمیخره تو غیرتت قبول نمیکنه بفروشی فعلا من اومدم گرون بخرم خیلی هم گرون لایا یکی اون بالا هست یکی هست که جای حق نشسته من هر چی میخوام چشمو هم بذارم باز میاد پیش نظرم حالا چجوری آدم هایی مثل شوهرتو کورن و نمیبیننش مصلحت خودشه اما من ازش میترسم ولی حالا خیال داری چی کار کنی؟ قاسم باز تقاس پس بده ولی همین فرد میره سراغ یه زن دیگه ککش هم نمیگزه نه نباس بفهمه که میون ما هیچی نبوده لایا قاسم دین و ایمونش سسته از حساب و کتاب آخرت نمیترسه دست کم بذار از آدمای این دنیا یه خورده بترسه بذار خیال کنه هر بلایی سر هر کی بیاره همون بلا سرش میاد آخه چه جوری؟ سر امشب و نباس بهش بگی تو باز نگی باز به من قول بدی قسم جون بچه تو بخوری بهش نگی بین ما هیچی نبوده قسم میخوری؟ آره قسم جون بچه تو میخوری؟ آره قسم میخورم به جون یه دونه بچه به خودم
خیالم راحت شد. امشب من اون اتاق میخوابم، تو هم تو همین اتاق. خدا خودش همه چی رو میبینه. توبام بین ماست، اما قاسم تا دم مرگ عذاب میکشه. همیشه خیال میکنه مکافات پس داده. تا دنیا دنیاست خجالت زده خودش. من رفتم در واسش باز کن، شاید دیگه هیچ وقت ما هم دیگه رو نبینی، اما یادت باشه که قسم خوردی. مطمئن باش هیچ وقت قسممو فراموش نمی کنم. خداحافظ.
نفسه. آخ مجد خیالت راحت باشه، بین من و لایا هیچ اتفاقی نیفته. تو که میدونی من نامرد نیستم.